با سمی میترین درودها در سه شنبه شب میهن بر شما همیهنان میهنان آرجمندم در همه جای جهان دفتری دیگری از برنامه شامگاهی صفحه یک پنج روز در هفته دوشنبه تا جمعه با تازه ترین و آخرین خبرها و نظرها از روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا نخست مروری بر سرفصل اهم مطالب منتشره و برگزیده امشب انتشار جزئیتی از سفر حسن روحانی به اروپا و انعقاد قراردادهای میلیارد دلاری با کمپانیهای هواپیمایی تا نفت و گاز موجی از جدالهای بیپایان جناهی در بهبوهه نزدیک شدن به انتخابات پیش روی ایران جنگ تبلیغاتی شبه نظامیان از جمله بسیجیان علیه حسن روحانی و ظریف با حاشیه سازی های جانبی در سفر ایشان به اروپا همینطور بابک زنجانی و عدم پرداخت بدیه های میلیاردیش با نادیده انگاری روند حقوقی با شوخی های غیر مترقبه تغییرات غیرمنتظره در بورس ایران با افزایش قیمت شاخص های موجود همزمان با رسیدن حسن روحانی به دروازه اروپا و در عرصه من منطقه لحظه به لحظه تا نشست صلح سوریه از سوی سازمان ملل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سهشنبه ششم بهمن ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در آغاز برنامه مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه که البته شرح خبرها را به روال معمول همه شبها در آن سوی خبرها خواهید دید سفر حسن روحانی به روم و پاریس بر صدر خبرها و رسانه های داخلی و خارجی جای داشت همون گونه که انتظار می رفت، سفر حسن روحانی به اروپا با استقبال کم نظیر مطبوعات ایرانی قرار گرفت البته به استثنای کیهان و برخی از روزنامه های همسو با طیف راست افراتی باستاب با قراردادهای اقتصادی تم اصلی تمامی تیترها و گزارش ها و عناوین روزنامه های امروز بوده و تا این جای کار سخنی از حقوق بشر و یا انتخابات انتخابات پر صلاحیت به میان نیامده است در دیدار با اروپاییان و حسن روحانی مقام های دو کشور ایتالیا و ایران در حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا چهارده تفاهم نامه همکاری به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار امضا کردند حسن روحانی و ماتئو رنزی سپس در کنفرانس خبری مشترکی شرکت کردند و هر دو نیز تاکید داشتند که فصل تازه از روابط دو کشور آغاز شده است نخستین سفر حسن روحانی در مقام رئیس جمهوری ایران به اروپا حدود ده روز پس از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های هسته ای علیه ایران صورت گرفته است در این میان روزنامه های کشور با خانش های غالبا تجاری سفارایی شدند که همگی نوعی امید بخشی به عرصه اقتصاد ایران را نوید میداده است از جمله روزنامه‌های همچون تجارت که از گشایش های اقتصاد اروپا به روی ایران نوشته بودند و یا جهان صنعت از این سفر به عنوان سفر استراتژیک روحانی به ایتالیا یاد کرد و با تعبیر دیپلماسی اقتصادی کلید خورد راهی نشریات شهر شد البته روزنامه های همچون جوان ارگان سپاه پاسداران با واژگانی یک تر شد همچون چشم اروپا به بازار ایران که نوعی این منافع همسویانه و همسودی رو به یک نگری تقلیل میداد خراسان نیست تمام اقتصادی خبری راسته شد که میلیارد دلار قرار داد و دنیای اقتصاد از آن به عنوان جبران فرصت‌های از دست رفته یاد کرده بود و در سوی دیگر روزنامه های تندرو و راست افراتی همچون رسالت وابسته به طیف معتلفی های جناه بازار و یا وطن امروز نزدیک به مردان محمود احمدی نژاد و همینطور سیاست روز حتی اشاره هرچند کوتاه نیز به این سفر و موضوع خبری نکردند و روزنامه های نزدیک به دولت با واژگانی مفهومی و معنادارتر به استقبال این دیدار و حضور رئیس جمهوری ایران به اروپا رفتن از جمله آرمان از آن به عنوان سفر بزرگ با چمدان سول توصیف کرد و به نامه روحانی به اوباما و سران پنجه به علاوه یک اشارهای کوتاه داشت همچنین روزنامه آفتاب یست با به کارگیری واژه نفوذ شکل و شق دیگری از کاربرد این واژه رو در مقابله و واژه جایگزینی که خامنی استفاده کرده بود و از این سفر پسا برجمی به عنوان نفوذ به اروپا یاد کرده بود نه نفوذ به ساختار دولت که مورد نظر رهبری ایران هست که هم وارد با تئوری توتعه انتقاد می کند صفحه یک را ورق میزنیم و ادامه میدهیم با سایر موضوعات و مطالب برگزیده امشب قبل از مروری بر چکیده یه چند یاد داشت و سر مقاله به یک خبر منطقی در واقع گزار و نگاهی بسیار کوتاه خواهم داشت سوریه لحظه به لحظه به نشست صلح نزدیک می شود و در این حال ارتش بشاری با یک جانب گرایی عجیب روسی سوری شهر به شهر می و جلو می رود تا در آستانه نشست سال با دستی پر برای چانه زنی در زمین رزم به میز کنفرانس برگردد موضوعی که موجب نگرانی سایر گروه های درگیر ماجرا شد بر اساس گزارش های منتشره در آستانه نشست ژنو گزارش شد که ارتش سوریه در حال بازپسگیری که شهرهای مهم در استان در از دست شورشیان است دیدبان حقوق بشر سوریه دیروز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای حکومتی با پشتیبانی هوایی جنگنده‌های روس در حال پیشروی به سوی شهر شیخ مسکین از شهرهای کلیدی در استان درعا هستند افزایش تحرکات نظامی در نقاط مختلف سوریه در حالی صورت میگیرد که استفان دمسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خبر داده است که مذاکرات صلح بین طرفهای درگیر احتمالا از روز جمعه در ژنو آغاز خواهد شد برنامه بررسی مطبوعات رو با سایر موضوعات و مطالب در مطبوعات امروز ایران ادامه میدهم و ورق میزنیم با انتخابات که همچنان تا هفتم اسفند ماه صدر نشین موضوعی امده روزنامه های کشور است و دامنه اعتراض به نهادهای مدافع حقوق بشری در واقع جهانی رو نیز منجر شده است و به اعتراض اینان نیز کشیده شد در حالی که روزنامه کیهان در شماره امروز گزارش اصلی را و ادبیات تهاجمی داشت اتفاقا به مبنی بر اینکه دروغ بزرگ حزب اصلاح طلبان از میدان رقابت سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی با اشاره به رد صلاحیت 60 درصد از کاندیداهای انتخابات مجلس ایران اعلام کرد که علاوه بر مشکلات جدی ساختاری در سیستم انتخابات ایران رد صلاحیت های خود سرانه به گونه است که حقیقتا هیچ نامزد متفاوتی باقی باقی که مردم بتوانند به آنها رأی دهند این سازمان در گزارشی تاکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی ایران بر پایه معیارهای تبعیض آمیز و خودسرانه اکثر نامزدهای موسوم به اصلاح طلب را رد صلاحیت کردند و در همین حال دهها فعال سیاسی و روزنامه‌نگار به دلیل آنکه می‌خواستند از حقوق خود بهره شوند کماکان در زندان باقی ماندند بر اساس این گزارش ها خانم سارا لیویتسون مدیر امور خاورمیانه در سازمان دیدبان حقوق بشر در همین خصوص زمینه و مضمون اشاره کرد که سیستم انتخاباتی ایران دچار مشکلات جدی ساختاری است که برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه را تضعیف می کند اما در سوی روزنامه ها چه می که کیهان حسین شریعتمداری مداری در این گزارش اصلی که عنوانش را خونده بودم که گفت دروغ بزرگ با اشاره به اینکه اصولا به علت شرکت گروه های موسوم به اصلاح طلب در اعتراض امتیازات انتخابات سال 88 میبایستی همه اینان رد صلاحیت شوند که البته شدند و آنان و آنان را به دروغ متهم میکرد کیهان با بررسی استراتژی انتخاباتی اصلاح طلبان نتیجه گرفت که مدعیان اصلاحات تصمیم گرفتند که در سه لایه مختلف در انتخابات ثبت نام کنند آنان گمان, گمان میکردند که با عبور از لایه های نخستین که شکی در رد صلاحیت آنها به زمره کیهان نشینان به دلیل حضور فعال در اعتراضات انتخاباتی 88 نیست نوبت به لایه سوم خواهد رسید که گرفتاری دو لایه نخستین را نداشته و می توانند تایید صلاحیت شوند از منظر کیهانی ها ثبت نام فلعی در انتخابات از سوی اصلاح طلبان در این راستا صورت گرفت که اولا بتوانند گزینه های متعددی را در اختیار داشته باشند تا در صورت رد صلاحیت لایه های نخستین با آنها لیست های خود را ببندند و در ثانی به دنبال رد صلاحیت تعدادی از نامزدها که صلاحیت های لازم را به دلایل گفته شده ندارند با تکیه بر آمار جفسازی علیه نگهبان را تشدید کنند فارغ از آنکه رهبری جمهوری اسلامی تمام قد پشت شورای نگهبان استاد است شرق موضوع اصلی و سرمقاله اصلی شماره امروز را به واکاوی سفر اروپایی حسن روحانی به اروپا اختصاص داده بود منافع تهران روم پاریس عنوان یادداشت تحلیلی شرق بود که به قلم حمیدرضا آصفی معاون پیشین وزارت خارجه ایران منتشر گردید حمیدرضا آصفی در شرق اشاره کرد که سفر رئیس جمهور روحانی به ایتالیا و فرانسه آن هم بعد از یک تأخیر کوتاه مدت به دلیل حوادث تروریستی پاریس به هنگام و با نگاهی به آینده و جبران فرصت‌های از دست رفته صورت گرفت گذشته ای که به دلیل فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا بر ایران امکان استفاده از همه ظرفیت ها میان طرفین وجود نداشت البته نویسنده اشاره نکرد که گذشته که از دست رفته صرفا به خاطر سیاست های فشارآمیز آمریکا نبوده و جمهوری اسلامی خود نقش داشت از منظر این کارگزار پیشین روابط سنتی ایران با اروپا در ابعاد سیاسی و اقتصادی بسیار ممتاز است همکاری های گسترده ایران با آلمان فرانسه و ایتالیا غیر قابل مقایسه با سایر کشورها در نقاط دیگر جهان به استثنای ژاپن بوده است از منظر آسفی قاره سبز به عنوان منطقه این نزدیک به خاور میانه و با کمی اغماز به عنوان همسایه ای این منطقه دارای علائق و نگرانی های مشترک با ایران از تحولاتی که در منطقه رخ میدهد به سرعت و بسیار گسترده میتواند اروپا را تحت تأثیر قرار دهد مسئولان اروپایی به درستی دریافتند که برای حفظ امنیت ثبات و در نتیجه توسعه و خروج از رکود اقتصادی به کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران نیز نیازمند هستند سفر روحانی به وی فرصت مناسبی است تا با نگاه به آینده روابط سنتی ایران و اتحادیه ای اروپا به روز... روزهای اوج خود بازگردد ادامه می دهم ده با دیگر روزنامه های امروز روزنامه اعتماد مقالی در ارتباط با ضعف مدیریت ساختاری در ایران داشت که بسیار نکات جالبی رو داشت خجالت برای کیست عنوان یکی از سه سر مقاله اصلی روزنامه اعتماد بود که به گلایه های باهنر در خصوص ناکارآمدی سیستم آموزش و پرورش جواب میداد در واقع سوت نویس اعتماد با اشاره به گفته های نایب رئیس مجلس که از وجود 8 میلیون بیکار در کشور نالیده و عملکرد فعلی مدیریت کشور را خجالت آور خوانده است پاسخی قاطعانه خطا به وی نوشت و اوضای کنونی رو محصول سی سال مدیریت خودشان دانست نویسنده ی مقاله با اشاره به اینکه با هنر در هر سه دوره اخیر و در کل هفت دوره نماینده مجلس و پنج دور عضو هیئت رئیسه مجلس بود که سه دوره آن کرسی نائب رئیسی رو در اختیار داشته است چگونه اینگونه اظهار نظر میکنند نوشت که این اظهارات بیش از اینکه سخنان یک منتقد نظام باشد از سوی کسی است که همواره در مسند قدرت بود ولی معلوم نیست که خطاب ایشان به کیست و چه کسی بایستی از این وضع خجالت بکشد بنابر گزارش اعتماد اگر ایشان یا هر کس دیگری از هر جناح نتوانسته با حدود سی سال نمایندگی مردم آن هم در مقام اکثریت پارلمانی گامی رو به جلو بردارد و اوضاع آنقدر ریخت است که از نظر ایشان خجالت آور است پس ادامه ای این راه و سیاست چه منطقی دارد؟ مقاله اعتماد با اشاره به آمار رسمی کشور نوشته که در دولت اصلاحات حدود 3 میلیون و 600 نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شد یعنی طی 8 سال از سال 76 تا 84 سالانه حدود 800 هزار نفر به این جمعیت اضافه شد به همین میزان بر تعداد شاغلان نیز اضافه گردید یعنی 2 میلیون و 600 هزار نفر ولی از سال 84 که دولت اصلاحات رفت و دولت دوستان آقای باهنر آمد منظور احمدی نژاد تا پایان سال 91 دریغ از اضافه شدن یک شغل در حالی که در این دوره دریای عظیم نفت و درآمدهای آن به جیب دولت اصولگرا واریز شد اعتماد در پایان با طرح پرسش های چالشی از نائب رئیس مجلس پرسید که آیا شما هیچ که به خود زحمت دادید که در زمان احمد نجاد وضع بیکاری و سیاست های اشتغال آن دوره رو به چالش بکشید آیا هیچ که به خود زحمت دادید تا در برابر آمارسازی های آن دولت کلمه ای بگویید آنگاه که گفت سالانه 6 میلیون شغل ایجاد می کنیم در حالی که افزایش سالانه تعداد مشاغل صفر یا حدود صفر بود اگر مجلس اینقدر بی است که تأثیری بر امور ندارد چرا به آنجا می روید؟ کماکان بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با آخرین مطالب منتشر در روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا روزنامه قانون تمام نیم صفحه اصلی شماره امروز را به تلاقی دو تمدن ایران و روم آراست در حالی که صحنه از استقبال رئیس جمهور ایتالیا از روحانی را نشان میدهد خبر داد که ایران به دروازه روم رسید که اشاره ایست به اشاره ایست تاریخی که برای رسیدن به اروپا می از دروازه روم گذر کرد همچنین یادداشت و سرمقاله یک صفحه یک روزنامه قانون با عنوان زمان موازنه با شرق و غرب فرا رسیده است به قلم داوود هرمیداس باون منتشر شد که قیاس کالاهای کیفیت کالاهای غرب و شرق و همینطور لزوم بازنگری ها در این راستا و واردات و خارج کالا می پرداخت هرمیداس باون با تأکید بر اینکه ایران با یستی بین شرق و غرب یک موازنه منصفانه داشته باشد اشاره کرد که کیفیت تکنولوژی غرب از شرق و روسیه بهتر است چهار کشور صنعتی در اروپا با یک دیگر رقابت دارند ایران می تواند از این رقابت ها استفاده کند ایتالیا در گذشته روابط نفتی فراوانی با ایران داشت و با رفع تحریم ها و کنار گذاشتن این مشکلات امروز نیز می تواند به دنبال تجدید روابط باشد چنان که فرانسه است اما در این بین نبایستی به زمین نویسنده نقش ایالات متحده آمریکا را نادیده گرفت این استاد روابط بین یادآور شد که اروپایی ها تمام قدرت اقتصادی تکنولوژی و داشته های خود را از آمریکا دارند و برای موفقیت بیشتر ایران نیاز دارد در زمینه اقتصادی به سراغ آمریکا برود در زمینه انرژی مانند پارس جنوبی تکنولوژی ها در اختیار آمریکاست و یا اگر این کشورهای اروپایی نیز تکنیک و علمی داشته باشند آن هم برگرفته از تکنولوژی آمریکاست و بایستی با اجازه از آمریکایی ها باشد سوتو نویس مهمان روزنامه قانون نتیجه گرفت که اگر ایران بخواهد موازنه منصفانه با غرب و شرق برقرار کند بایستی در رابطه با مسائل اقتصادی و انرژی به دنبال حل معضلات خود با آمریکا باشد آمریکایی ها پیشرفته ترین تکنولوژی های موجود را دارند و باید از این تکنیک ها برای منافع خود استفاده کنیم روس ها چینی ها و دیگر شرقی ها به زمه آقای هرمیدس باون در مجموع به ایران نگاه ابزاری دارند و برای استفاده اقتصادی میآیند و دیدیم که در شورای حکام چه تصمیماتی همسو با غرب و علیه ایران گرفتن و در رابطه با مسئله دریای خزر هم شاهدیم که چه رخ داده است با مطلبی هنری مطالب روزنامه های امروز را پی میگیرم و با سالار عقیلی امروز نیز مهمان صفحه نخسته بسیاری از روزنامه ها بود هنرمندی که به خاطر مصاحبه با رسانه ای زیر ضربه نقد ها و فشارها قرار گرفت از جمله روزنامه بانی فیلم روزنامه ای هنری و سینماییست در گزارش اصلی شماره امروز با عنوان همه علیه سالار با طرح پرسشی سوال کرد که آیا خواننده موسیقی اصیل اشتباه کرد با بررسی واکنش به این مصاحبه رسانه ای این روزنامه با گلایی از حذف این هنرمند در جشنواره فجر در واقع انتقاد کرده بود همچنین در گفتگویی با محمد حیدری دبیر جشنواره به زبان گلایه آمیز از حذف عقیلی اشاره کرد که به خودمان بیشتر احترام بگذاریم در این راستا بر اساس گزارش بسیاری از روزنامه ها از جمله همین روزنامه حمید رضا نوربخش مدیر سی و یکمین جشنواره موسیقی فج نیز گفت که بر اساس تصمیم کمیته نظارت این دور از جشنواره سالار عقیلی عملا اجرایی نخواهد داشت ادامه می دهیم تا وقت هست با کنار گوشه های برخی از روزنامه ها که همواره با مطالبی شگفتی و تعجب نیز برمیانگیزند از جمله مطالبی که امروز در برخی از روزنامه ها در تن دسترستی به طور محدود باستاب داشت همان حضور نماینده خامنه ای در افتتاح یک پروژه اجرایی و شبه دولتی بود و بوده که گویا در قیاب حسن روحانی و حضورش در اروپا دفتر بیت رهبری را میل ورود به کارهای اجرایی دولت آمد از جمله روزنامه های همچون رسالت که تمام نیم صفحه اصلی را با تصویری از محمدی گلپای گنی در واقع دفتردار آستان بیت آقا از سرمایه های بنیاد برکت نوشت که مهمترین سرمایه هاشان همانا جوانان حزب الله هستن که احتمالا خب یکی از همان جوانان حزب اللهی جوانی بود که اخیرا به سفارت سوزی اقدام کرده بود و به هنگام بازداشتن بی با خیلی سریح و صادقانه گفت آقا را محقق کردم و یا روزنامه کیهان در این گزارش با اشاره به حضور رئیس دفتر رهبری از بهره برداری از 500 طرح اقتصادی و زیربنایی بنیادی با نام بنیاد برکت خبر داد که نشان از تمایل حضور آیت الله علی خامنه ای در همه ارکان کشورداری از افتتاح چاه فاضلابی در دهکده ای در یز تا رد صلاحیت 6000 نفر از نامزدهای انتخابات در ایران برد و باز لحظه های انتظار آخرین رایزنی های انتخاباتی برای کاهش رد صلاحیت نامزدهای ناهمسو با خامنه ای. در واقع روزنامه اعتماد عنوان دوی صفحه یک امروز را در انتظار تایید خبرگان راست و اعلام کرد که نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری دیشب در شورای نگهبان پایان یافت و اسامی تایید شدگان و رد صلاحیت شدگان تحویل وزارت کشور شد. در سوی دیگر روزنامه ابتکار نیز از میزان شانس رأی آوری کاندیداهای معتدل و افراطی در یک بررسی کرده بود در مجلس دهم ده گزارش منتشر کرد که نتیجه گرفت گزینه های اعتدال روی, روی میز انتخابات که جنبندی این گزارش چنین بود که با توجه به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان از یک سو و بیرغبتی مردم به تندروها و افراطی ها از سوی دیگر گزینه میانه یا همان گروه موسوم به اعتدال هستند که از شانس بیشتری برخوردار هستند این روزنامه با توجه به انتشار نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای خبرگان رهبری به نقل از وزیر کشور ابراز رضایت نسبی کرد و گفت روند بررسی صلاحیت ها خوب است و بالاخره روزنامه شرق به گونه دیگر اظهارات تازه انتخاباتی وزیر کشور را پوشش داده با اشاره به انتظار نامزدها به نقل از وزیر کشور از اعتراض افراد تایید نشده خبر داده بود و با این مطلب مستقیم به تحلیلی خبری گروه آن سوی خبر می رویم تا ببینیم و بشنویم تازه ترین خبرها و گزارش های تحلیلی گروه آن سوی خبر که با آخرین گزارش ها سویه های از آخرین رویدادها را رو با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهند رساند تا آنگاه شنگاه خوش بدرود.